بنام خدا. توی جلسه میخوایم راجع به سری های توانی صحبت کنیم. بعد از معرفی دنباله ها و سری ها و رفتارشون و جزئیاتی که راجع بهشون صحبت کردیم، خب سری های توانی یه بحثی که کاملا به کمک سری ها معرفی میشه و خیلی هم مورد اهمیت و خیلی هم کاربردیه. اساسا میشه گفت سری های یکی از مهمترین کاربردشون معرفی سری های توانیه. یکی از نکات بسیار بسیار مهم سری های توانی پیدا کردن یک نمایش در واقع منحصر به فرد و یکتا برای بخشی از توابعی که خیلی خوب و خیلی هم مورد استفاده قرار میگیرن، نه برای همه توابع. این توابع خوب رو بعدا اسم میذاریم توابع تحلیلی و اینه تنها توابعی هستن که توی کامپیوتر قابل بررسی هستن. حالا بعدا اشاره میکنم چطور سری های توانی کمک میکنن که توابع تو کامپیوتر و ماشین ها معرفی بشن. قبل از اینکه بخوایم بحث شروع کنیم، یه مثال از سری های توابع سری‌های معمولی که این مسئله حل کنیم، یه مقدار در واقع پیرون عادت کنیم مجدد به سری‌ها. یعنی سیگمای حاصل ضرب زوج‌ها رو بزنیم بالا، 2 ضرب در 4 ضرب در 6 ضرب در 8 ضرب در 2 تقسیم بر حاصل ضرب فردها، 3 ضرب در 5 ضرب در 7 ضرب در 9 ضرب در 2 به اضافه 1 این از 1 تا بی نهایت. به نظر شما این سری همگراست یا واگراست و دلیل خودتون چیه؟ دیگه روش خیلی جالب برای محاسبه اینها اینه که شما بیاید مخرج در آمارهای زوج ضرب کنید، یعنی صورت رو تو مخرج ضرب کنید. بذار دوباره بنویسم، آهن مساوی است با 2 ضرب در 4 ضرب در 2 مخرج، 3 ضرب در 5 ضرب در 2 به اضافه 1. درسته؟ اگه به این صورت مدد نگاه کنیم جالب میشه. مثلا حالا صورت یه بار تو مخرج ضرب کن، صورت هم ضرب کن، میشه چی؟ میشه صورت به توان 2 به توان 2n به توان 2 تقسیم بر مخرج میشه 1 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 5 ضرب در n ضرب در 2n به اضافه 1. از شما به عدد نگاه کنیم میگه رو قسمت آخر شد پایز در بیسم که پاتی نشه، ضرب در 2n به اضافه 1. خب صورت چی هستش؟ از هر کدوم یه 2 فاکتور بگیر، میشه چی؟ میشه 2 ضرب در 1 2 ضرب در 2، دو ها کنار هم می‌نویسیم، 2 ضرب در 3 2 ضرب در، من در واقع قید دوهاشو اینجا می‌نویسم. ببین 2 ضرب در 1 2 ضرب در 2 به جای 4، 2 ضرب در 3 به جای 6، 2 ضرب در 4 به جای 8، به همین صورت 2 ضرب در n به جای چی؟ 2n. پس 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2n تا میشن تا؟ میشه 2n تا. خب تقسیم بره مخرجم که میشه 2n به اضافه 1 فاکتوریال. پس زوجه در پایین ضرب کردیم هم فرق بود، شد از اول تا آخر 2n به اضافه 1 فاکتوریال. صورت هم به این صورت نمیشتیم، این که n فاکتوریاله، این هم 2 به توان n، پس این شد 2 به توان n ضرب در n فاکتوریال تقسیم در 2n به علاوه 1 فاکتوریال. پس این مساوی است با سیگمای 2 به توان n n فاکتوریال تقسیم بر 2n به علاوه 1 فاکتوریال. حالا سوال، آیا همگراست یا واگرا؟ دیدید به کمک آزمون نسبت استفاده، آزمون نسبت تو فاکتوریال خیلی بیشتر جواب میده چون هم ساده میشن. پس من حد آن به اضافه 1 بر آن رو تشکیل میدم این به سمت بی نهایت مساوی است با حد، خب آن به اضافه 1 رو دقیق بنویسیم، 2 به توان n به اضافه 1 n به اضافه 1 فاکتوریال تقسیم بر
دو n به اضافه 3 فاکتوریال. ببینید چرا n به اضافه 1 بذاریم میشه 2n به اضافه 2 علاوه 2n به اضافه 3. مخرجم 2 به توان n n فاکتوریال تقسیم بر 2n به اضافه 1 چی فاکتوریال n به سمت بی‌نهایت. حالا مساوی است. 2 در 2 نظیره 2 به توان با این ساده میشه صورت 2 میمونه. 2 ضرب در 2 در 2 نزدیک در نزدیک. ببینید n فاکتور با این ساده میشه صورت n به اضافه 1 میمونه. اینم با این ساده میشه 2n به اضافه 3 در 2n به اضافه 2 میمونه. 2n به اضافه 1 فاکتوریش هم با این ساده میشه n به سمت چی بی نهایت مساوی با چند صفر. صورت n به اضافه 1 مخرج 2n به اضافه در 2n به اضافه 2 حد نسبت شده n. n کوچ در از 1 میشه همگرا. پس این میشه همگرا. سری جالبی بود. وضعیت سری با کمک در واقع تکنیکی که انجام دادیم تبدیل شد به سری همگرا با آزمون نسبت. اونجا هم میشه انجام دید ولی خب بهتر بود که به فرم اینجا هم تبدیلش میکردیم که ببینیم چه اتفاق درسته هست میفته. خب بریم سراغ سری های توانی. ببینید من قبل از که بخوام وارد سری توانی بشم میخوام یادآوری کنم که شما چیزی قبلا میخونید به نام چند جمله. یک دسته از توانی بسیار بسیار مهم ساده هستن. اهمیتشون به خاطر اینه که انتگرال تحلیل های ریاضی خیلی ساده انجام میشه. محاسبات ریاضی خیلی ساده دارن و خیلی جاها خیلی پرکاربردن. خب چند جمله ها اساسا نقش خیلی زیادی در پیشرفت ریاضیات در رشته های دیگه انجام میدن. چند جمله ها یا پولینومیال به این صورت که به صورت آ صرف به اضافه آ یک ایکس به اضافه آ دو ایکس دو به اضافه آ این ایکس این یک چند جمله درجه این چند تا جمله اینا رو گفتیم جمله ترمز هم میگویم. و چون توانهای ایکس هم زایی سوی میگفتیم پارامتر متغیر درسته آی ها رو میگفتیم ذرایه درسته این رو میگفتیم درجه چون خط میشد بالاترین توانی که به ایکس ظاهر میشد. عبارتهای جبری هم اشاره به اشاره چی میکردیم بشون چون توانهای ایکس ظاهر شده چند تا جمله از توانهای ایکس هم میشه گفت در واقع نومی پاور آف نومی هست یه در واقع توانهای یه تعداد متناهی مجموع متناهی از توانهای ایکس مجموع متناهی از توانهای ایکس درسته؟ بیشتر که داریم نگاه. خب یه سوال مطرح کنیم. سوال بله توابع به نظر شما چطور کامپیوترها و ماشین ها توابع رو شناسایی میکنن؟ یه ماشین حساب دارید ایکس میتی وارد میکنید مثلا دو درسته؟ ایکس رو وارد میکنید دو ای به توان دو رو برای شما محاسبه میکنید عددی مثلا به شما میده مثلا میگم دو هفتم ضرب دو هفتم مثلا شیشو مثلا خونده چطوری کار انجام میده؟ به نظر شما حالا میدونید دقیقا چند میشه مقدارش یه عدد محاسبه میکنه واسه تون دقیقا ذهنم نیست دو هفته هم در دو هفته هم چقدر میشه این حرفا میشه بودن مثلا یه عددی به شما میده. سوال من اینه که آیا کامپیوترها آیا ماشینها در حالت کلی ای به توان ایکس رو میشناسن؟ یا کوسینوس ایکس رو میشناسن یا تانژانت معکوس ایکس رو میشناسن؟ یعنی یه چیزی تو ذهنش هست به نام توان ایکس که ایکس رو که وارد میکنید به رو تابه رو میاد نیستش قرار میده؟ فکر نمی کنم اینجوری باشه. کامپیوترها رو هوش ندارن تشخیص هم ندارن که بگن در واقع باشید با تحلیل یه مسئله رو بفهمن و تشریح کنن. کامپیوترها چهار عمل اصلی رو بلدن به کمک مدارهای الکتریکی جمع و ضرب و تفریق و منها رو در خود شناسایی کردن. پس وقتی ایکس رو وارد میکنید شما ایکس رو میدید بهش میتونه توانهای ایکس رو تشخیص بده ایکس به توان 0 ایکس به توان 1 ایکس به توان 2 تا هر چند تا توانی از ایکس بخواید تعداد متناهی را محاسبه میتونه بکنه. بعد ذرایب اگه بهش معرفی کنید آ1 آ2 آ0 آ1 آ2 تا آر ها هم بهش داده باشید در واقع میاد عبارت آصف به اضافه آی ایکس به اضافه
آره ایکس این رو چیکار میکنه؟ به دست میاره. اینقدر محاسبات به سرعتش بالاست که تو کسری از ثانیه اینا رو محاسبه میکنه. پس کامپیوترها چون چند جمله ها به کمک اعمال اصلی به دست میان، به راحتی چند جمله ها رو میشناسن. خب سوال، آیا توابع به کمک چند جمله قابل نمایشن؟ سوال دوم، خب پس نمونه ای که ما چون چند جمله ها رو ماشین ها میشناسن، ماشین ها چند جمله ای ها رو میشناسن. کافی شما ضرب بهشون بدید، ایکس هم بهشون بدید، تمایل هم بهشون بدید، محاسبه میکنید. اما سوال، اگه این به توانایی کسینوس و تانژانت رو امتی بکنه که چند جمله ها معرفی کنیم؟ سوال، آیا توابع دیگر حالا مشتق پذیر هستن؟ خیلی هم دور نریم پذیر ها، چون چند جمله ها مشتق پذیر هستن. آیا توابع دیگر اون رو مشتق پذیر ها به کمک چند جمله ها قابل نمایش هستن؟ یعنی چی؟ یعنی اگه شما تابعی به توانید دارید میتونید بگید یه سری چه چند جمله میتونید پیدا کنید، مثل آسف به اضافه آی ایکس به اضافه مثلا آم ایکس ام ای بایی برابر بشه به ازای هر ایکس متعلق به اعداد حقیقی. چرا این کارو بکنیم؟ که بتونیم مثلا این هم در واقع تو کامپیوتر به کمک ای به این چند جمله توانید رو معرفی کنیم. بگیم خیر، جواب خیر، غیر ممکنه که بشه یه تابعی به توان ایکس رو به کمک چند جمله ها چکار کرد؟ معرفیش کرد. چرا؟ خب خیلی ساده است، دو طرف مشتق پذیرن. ام به اضافه یک بار مشتق میگیریم، ام به علاوه یک بار مشتق میگیریم. اتفاقی که میفته چیه؟ این طرف سرمون رو گنده جای خودشه، این طرف میشه صفر و این تناقض. بعد از ام به اضافه یک بار مشتقیلی چند جمله ای مرتبه ام میشود صفر، ای به توانش جای خودشه چون مشتقش همیشه با خودش برابر. پس نمیتونیم بگیم که چند جمله ای ها میتوانن چی؟ اکسپونشنال ها رو معرفی کنن، مشخص کنن. چرا؟ چون هرچی مشتق میگیریم بعد از این هم حلو خط میشن، از بین میرن. خب این سوال بمونه اینجا، پاسخش بمونه، یک سوال بزرگه. چطور میتونیم اکسپونانشیل، سینوس، کوسینوس، توابع خوب، اینا رو در ماشین ها و کامپیوتر ها معرفی کنیم برای کار خودمون؟ خب اجازه بدید من در ادامه به این سوال پاسخ میدم. یک بار این قسمت اینجا رو خیلی نگاه کنیم بهش. خب در سری ها وقتی به من میگید سری، من یک مجموعه از تابعی باید به ذهنم میرسه که به کمک در واقع حرف معرفی میشه. در سری ما گفتیم یه دنباله داریم و در واقع اون دنباله من چکار میکنه؟ یک در واقع دنباله دیگه تولید میکنه، این آن اس ام رو تولید میکنه به صورت آیزی یک به اضافه آدو به اضافه آن، یه دنباله جدید، دنباله در واقع چی؟ مجموع های جزئی، درسته؟ و بعد دوباره خود دنباله SNN به سمت بی‌نهایت و حق دارم ازش حد بگیرم که رفتارش رو مشخص کنم، سیگمای AN N از یک تا کا به سمت بی‌نهایت، درسته؟ کا به سمت بی‌نهایت. خب گفتیم که به جای این مطلب برای سنت از یه علامت جدید استفاده میکنم، AN N از یک تا بی‌نهایت، که این معنی این حد رو میده، به این میگیم سری. اگه وجود داشته باشه همگرا، وجود داشته باشه چی؟ واگرا. در خیلی سال میشه چی؟ میشه واگرا. سری های مطالعه میکنیم، مثلا سیگما یک بر دو به توان ام، سیگما مثلا نیم به توان ام، سیگما مثلا پنج سوم به توان ام و الاخر. یکی باید نگه وقتی شما داریم مطالعه میکنیم، من دفعه میگم چرا تک تک این رو جمعه جدا مطالعه کنیم؟ از سیگما ایکس ام استفاده کنیم، ام از صفر نمیدن ا، متغیر x اومد ظاهر شد. اگه بجای x بذارم یک دوم این میشه، نیم بذارم این میشه، پنج سوم بذارم این میشه، پنج بذارم یکی دیگه میشه، این نماینده یه دسته زیادی از سری ها میشه. من میتونم بگم حتی k همگراست. چرا؟ مثلا بگیم چی؟
چه همگرا میشه؟ اگه بیس عدد بگیم ایکس رو ثابت در نظر بگیرم، آزمون نسبت بذارم میشه ایکس آن به اضافه یک بر آن بیشتر از یک باشه همگراست. حدش وقتی که میره به سمت چی؟ بی نهایت. حتی آن به اضافه یک بر آن. اینا ساده میشن، ان از بین میره، میشه قدر ایکس بیشتر از یک. برای قدر ایکس بیشتر از یک همگراست. میبینید راست میگید، برای همگراست، برای همگراست، برای برگراست. این موجودی که معرفی شد و شما برام دستش آورد به این فرمت گذاشتی، یه سری از توانهای ایکسه. اینا مبانی سری های توانی و پاور سری رو درست میکنن. لزومی هم نداره حتما مثلا این ایکس ان ها به این فرمت توی ضروری هم کارشون باشه. سیگمای آ ان ایکس ان ها ان از سنف کنیم. در نگاه اول میتونیم چی بگیم؟ یک کلی سازی از سری ها شده، دستبندی کردیم به متغیر ایکس رو به جاش آوردیم و اینا استفاده بیرون میاد پس سری های توانی. بعد میام بررسی میکنم برای چه ایکس های اینا همگران، دیدم میگه که یه سری رو همگرایش رو بررسی کنم، یه دسته از سری ها رو همگرایش رو بررسی کنم، بعد چی همگرایی رفتارش رو بررسی کنم. یه نکته توش این هست، یه نکته دیگه اینه که اگه من سری رو باز کنم میشه سیگما یه میشه آسف به اضافه آی ایکس به اضافه آر ایکس تو به اضافه آ این ایکس این آ کا ایکس کا به اضافه سیگمای آی ایکس این این از کای برلاده یک تامنه. چه جالب، یه چند جمله ایه به اضافه یک عبارت دیگه، انگار که یه بی نهایت جمله ایه در عامیانه تو ذهنمون. یک درست این جمله ها بی نهایت جمله ای مثل اینه که شما بگید به جای عدد بی نهایت باشه، ولی مفهومش انگار من تونستم یه بی نهایت جمله ای معرفی کنم. اگه در آینده بتونم ثابت رو تشکیل تابع میدن، تابعهای خوبی هستن، این شاید نمیشه داخل سری ها رو معرفی یا داخل کامپیوتر معرفی کرد و این میتونه سوال جواب پاسخی برای این سوال باشه. این دیده هم میتونه توش باشه. پس من میتونم بگم سری های توانی در واقع رو تعمیم چند جمله ها بودن به بی نهایت جمله ها، ولی چون بی نهایت جمله معنا ندارد، درست نیست، بیانو بگیم سری های توانی. سری های توانی پس یه سری توانی میتونه چی باشه؟ با این صحبتی که اینجا کردیم، یه سری توانی میتونه در واقع توسط یک سری و از توانهای یک متغیر به نام XR هرچی تولید بشه بشه این سری توانی. یه سری سیگما آن این از یک تابینات میشه یه سری، اگه توانها یک سمتنارش قرار بدیم میشه سری توانی. خیلی ساده. خب اولی چیزی که در سری های توانی من بعد بهش نگاه کنم بحث چیه؟ برای چه مقدارهایی از ایکس این عبارت معنی دارد یا به عبارت دیگه همگراست؟ چه این میشه معنا داشته باشه؟ خب من خیلی راحت مطلب اینجوری نگاه میکنم. فرض میکنم یک عدد ثابت گذاشتم اینجا فیکسه. خب برابر آزمون نسبت اگه بخوام بگم این همگراست چی باید به دست بیارم؟ حد اسمی نمیزنم عنصر جدید فضل یک آبین جدید این رو اسمش دارم بی این میشه قدر مطلق بی ان به اضافه یک بر بی ان ان به سمت بیان. اگر حد این کوچکتر از یک بشه میگیم چی؟ این همگراست. اگر این حد این اسمش دادم بی ان، خب یه بی ان قرار بدیم میشه حد قدر مطلق آ ان به اضافه یک ایکس ان به اضافه یک بر آ ان ایکس ان ان به سمت بی نهایت به طور باید کشتر از از یک بشه. اگه یکم بیشتر دقیق به این دقیق باشیم ایکس ان با ایکس ان هست میشه که ایکس صورت میمونه به ان رفت نداره از حد میاد بیرون میشه قدر مطلق ایکس در واقع در حد آن به اضافه یک بر آن ان به سمت بی نهایت کشتر از یک. این شرط کافیه برای همگرایی، شرط کافی. اگر من دقیق‌تر یکم مسئله رو بررسی کنم توی این عبارت آخری که به دست آوردم میتونم به یک جمله جالبی برسم. قدر مطلق x پشت سر هم 1 بر
حد آن به اضافه یک بر آن این به سمت میاد که اگه حد موجود باشه به دقیق خمسی با حد آن بر آن به اضافه یک این به سمت بی نهایت یکی در قالب حدی. خب البته اگه آن ها صفر باشن که به درد نمی کنه، چیزی به وجود نمیاد، سری از بین میاد، یه جایی باید آن ها بخواد صفر بشن دیگه چیزی نمیمونه، میشه چند جمله ای چند جمله ای هم بده هر ایکسی. پس این تفصیل همه نکته اینجا بگم، نکته خب میگه بکنم خاطرش خونده شد نکته با این هم نمیتونید ببینید و از روش هم برنگ مشکی بنویسم. اگر به ازای هر کای بزرگتر از دست N آکا مساوی صفر شود، درسته؟ مساوی صفر شود، پس سیگمای آن ایکس ان ان از ایکس کا از صفر تا بی نهایت تبدیل میشه به سیگمای آکا ایکس کا از در واقع صفر تا ان. میشه چی؟ میشه آ صفر به اضافه آن ایکس به اضافه آن ایکس ان. یه چند جمله یه چند جمله به ازای هر ایکسی معنا داره، به ازای هر ایکس متعلق با آر تعریف شده است، یعنی همگراست. پس تو حالت داره یا از یه جور به بعد آن ها صفر میشن، درسته؟ که تبدیل میشه به یه چند جمله ای که فلا هر مراد، یعنی خیلی راحت است. یه چند جمله ها برای هر ایکسی معنی دارن، پس مشکل حله. اگر نه آن ها به اندازه تعداد نامتونه حرکت کنند سری ایجاد بشه که آن ها مخالف صفر باشن، این نسبت معنی میده، حتی این رو حساب میکنیم، یه سری میذاریم آر و به این بگیم شعار همگرایی. همگرایی دوری دیگه هم با همگی دقیقا به مسئله بشیم به این صورت. شعار همگرایی چطور؟ پس تعریف اگر پاور سری یا سری توانی آن ایکس ان از صفر تا بی نهایت داده شده باشد، شعاع همگرایی آن را با آر مساوی با حد قطع مطلق آن به اضافه یک بر آن ان به سمت بی نهایت معرفی میکنیم. نقطه. پس عبارت این عبارت به ازای هر ایکسی تو اینجا سیگمای آن ایکس ان ان از صفر تا بی نهایت برای قدر مطلق ایکس کوچکتر از آر چیه؟ همگراست. یا به عبارتی خوش تعریفه، تعریف شده است. خب مثلا سری توانی خیلی زیاده، خیلی ساده. یه مثال هم گفتم طبیعی با یه روش جبری ساده و یه حد. ببینید به این تئوری میرسیم، این تئوری چه تحلیل کنیم. ببینید کسر یک بر یک منهای ایکس شما دارید، به جای یک بنویسید یک منهای ایکس به علاوه یک تقسیم بر یک منهای ایکس. اگه تفکیک کنم یک منهای ایکس بر یک منهای ایکس میشه یک، میشه ایکس بر یک منهای ایکس. این دفعه به x بذار، یک به اضافه x در یک منهای x به علاوه x در یک منهای x. باز ساده کن، میشه یک ضرب در x میشه یک به اضافه x، x در x میشه x2 بر یک منهای x. n باری کار اتفاق بیفته میرسی به این عبارت، یک به اضافه x به اضافه x2 به اضافه xn به علاوه xn به اضافه یک بر یک منهای x. یعنی یک بر یک منهای x مساوی میشه با سیگمای xn n از مثلا x کا از صفر تا n به علاوه xn به اضافه یک بر یک منهای x. اگه حد بگیریم n به سمت بی نهایت طرف اصلا به این رفت نداره، یک بر یک منهای x مساوی میشه با سیگمای کا از صفر تا بی نهایت x کا به اضافه این حد لیمیت xn به اضافه یک بر یک منهای x وقتی x بیره به سمت بی نهایت. شما میدید که اگه قدر x کوچکتر از یک باشه این صفره
نباشه میشه بی‌نهایت. پس نتیجه میگیریم که سیگمای xn n از صفر تا بی‌نهایت مساوی میشه با 1 بر 1 منها x برای قرنه x کوچکتر از 1. خب آقا این که همون سری توانی بود، سری هندسی بود با قرنه نسبت x و ضریب a. چه جالب، یه سری توانی پیدا کردن، همگراش هم کردن، همگرا هم شده به یه تابع جالبه. تو کجا؟ تو قرنه x کوچکتر از 1. حالا اگه شعاع همگرا رو حساب کنیم آن چنده؟ آن برابر با 1. پس حد آن به اضافه 1 بر آن n به سمت بی‌نهایت میشه 1 بر 1 میشه مساوی با 1. شعاع همگرایی هم 1. مکانیزم درست تعریف شده. مثال جالبی هم کنارش داریم. سوال، اگر این بتونیم در هر x تو شعاع همگرایی مقدار رو با یه تابع نمایش بدیم، خیلی جالب میشه. یعنی من تونستم به یه سری توانی دست بگیرم. قبل از اینکه چند تا مثال دیگه بزنم راجع به در واقع سری توانی، میتونم بحثش کاملتر بشه، بعد به این سوال هم میتونیم پاسخ بدیم. بله، در شعاع همگرایی، در اون بازی همگرایی دقیقا سری توانی به شما چی خواهد داد؟ قطعا به شما این رو خواهد داد. من چند تا مثال بدنم. سیگمای مثلا xn بر n فاکتوریل n از صفر تا بی‌نهایت، سیگمای مثلا n x به توان n n از صفر تا بی‌نهایت، یا سیگمای 2n به اضافه 1 بر 4 n 2 به علاوه 1 در x به توان n n از صفر تا بی‌نهایت. این همه سری‌های توانی متعددی هستن که معرفی میشه. همه سری توانی هم پاور سری هستن. حالا شعاع همگرایی‌شون، چون اولی r مساوی است با حد قدر مطلق an بر an به اضافه 1. من جو اشتباه نوشتم شعاع همگرایی بچه ها، an بر an به اضافه 1. درسته اینجور به هر دوستش با هم یکی بود، ولی r بود در طبق تعریف حد an بر an به اضافه. بچه ها در آزمون نسبت عکس این ها، چون آوردید این طرف برش کردید، شعاع همگرایی اینجور تعریف شد، به تعریف شعاع همگرایی برگردید، میشه چی؟ آن بر آن به اضافه یک، میشه این به اضافه یک فاکتوریل بر این فاکتوریل. درسته؟ این به سمت بی‌نهایت میشه بی‌نهایت. این فاکتوریل بر این فاکتوریل ساده میشه این به اضافه یک، این حدش میشه. این شعاع همگرایی بی‌نهایته. یعنی بیدید هر x متعلق به آن همگراست. خب این چی؟ اینو بررسی کنیم. آن برابر است با n به توان، چون میشه چی؟ میشه سیگمای n به توان n x n. درسته؟ خب پس r مساوی است با حد در واقع اینو بستیمش n به توان n بر n به اضافه 1 به توان n به اضافه 1 n به سمت بی‌نهایت. خب من میتونم این کار انجام بدم. مساوی است با حد یک بر n به اضافه یک ضرب داره چی؟ یکی از این جدا کردم میشه چی؟ n بر n به اضافه یک به توان n، n به سمت بی‌نهایت. درسته؟ اینم مساوی است با حد یک بر n به اضافه یک ضرب داره اوندن چی؟ یک به توان بی‌نهایت دیگه. درسته؟ میشه یک منهای یک بر n به اضافه یک به توان n به اضافه به این سر. درسته؟ بعد الان تو یک عنوان بزنیم کناره، یک عنوان زر داره، یک منهای یک بر n به اضافه به توان منهای یک. خب اینجوری شد، از یه n دادیم بیرون مخرج، این تقسیم توان n بود شد این صورت نمشتیم بر n به علاوه یک منهای این برای تقسیم شد، چون یک شد منفی برای این توانش n بود، نوشتم یک اضافه کنیم کم کردم. الان بالانس خوری دقیقا میشه این حد این چند صفر، حد این چند ای به توان منهای یک، حد این چند یک.
پس میشه صفر ضرب در ایگز همون داره که ضرب در چند؟ یک مساوی با صفر. شای همگره مساوی است با صفر. اینجا تو هیچ نقطه ای به جز صفر هم فقط برای صفر همگره است. این عبارتی که اینجا به دست آوردیم فقط برای صفر همگره است. اینو حتما توجه کنید بهش که خیلی مهم باشه. شای همگره که صفر هم باشه، این نقطه فقط در مرکز صفر همگره است. اما این سابق باز حد آن بر آن به اضافه یک رو تشکیل میدیم، مساوی میشه با حد در واقع دو n به علاوه یک بر چهار n دو به علاوه یک تقسیم بر دو n به اضافه سه تقسیم بر چهار در n به اضافه یک به توان دو به علاوه یک n به سمت بی نهایت. درسته؟ دور در دور نزدیک در نزدیک کنید به نظر میرسه که جالب بشه حده میشه حده دو n به اضافه یک ضرب در چهار در n به اضافه یک به توان دو به علاوه یک تقسیم بر دو n به اضافه سه در چهار n دو به علاوه یک n به سمت بی نهایت. این بر این یک، این بر این یک، حدش برابر است با یک. هشتوهای همگره این که چند؟ آر میشه یک، اینجا آر میشه چند؟ صفر، اینجا آر میشه بی‌نهایت. سه گونه رفتار. هم میتونه شوهای همگره بی‌نهایت باشه، هم میتونه یک باشه، هم میتونه صفر. خب، با مسئله‌ای که اشاره کردم، مثال‌هایی که زدم، ما میتونیم چیکار کنیم؟ بیاییم از این مسئله استفاده کنیم. اولا شما بگید حد در سطح وجود منحصر به فرد، اینو قبلا تو ریاضی گفتیم حدها اگر وجود داشته باشه یکیه، یکی بیشتر حد وجود نداره. بنابراین وقتی شما از لیمیت سیگمای آن ایکس ان ان از یک تا کا صحبت میکنی کا به سمت بی نهایت، این وجود داره که یک چیزی منحصر به فرد. با چی نشونش میدیم؟ با آن ایکس ان طبقه روتیشنی که در چی تعریف کردیم؟ در سری توانی تعریف کردیم برابر. خب من چیکار میتونم بکنم؟ میتونم بگم که اگه اینو بگیرم fx برای قدر مطلق x کوچکتر از r شای همگرایی، شای همگرایی این یک تابع خوش تعریف به شما خواهد داد. یک تابع خوش تعریف. چطور؟ ببین اگه x1 مساوی با x2 باشه این مقدار با اون مقدار بگیم x1 مساوی با x2 اثبات تابع میدن. نتیجه میگیریم a1 x1 به اضافه مساوی است با a1 x2. خب بعد a2 x1 مساوی a2 x2 به توان 2، بعد آ3 x1 به توان 3 مساوی با آ3 x2 به توان 3. وقتی دو با هم مساوی توانشون با هم مساوی به همین صورت an x1 به توان n مساوی است با an x2 به توان n. حالا جمع بزن چی نتیجه میشه؟ سیگما an x1 به توان n n از 0 تا k مساوی با سیگما an x2 به توان n n از 0 تا k. دو تا با هم برابر باشن حدشون گفتیم منحصر به حد یک تاست، پس حدشون هم با هم برابر میشه. یعنی سیگمای آن x به توان n از 0 تا بی نهایت، حالا یک گذاشت 0 گذاشت نمیدونم، مساوی به سیگمای آن x2 به توان n از 0 تا بی نهایت. یعنی fx1 مساوی fx2. پس اول اینجوری برابره، بعد حد اینا با هم مساوی میشه و حد میگیریم تابع x1 مساوی با x2 fx1 مساوی با fx2، پس f تابع است. پس من یه تابع تعریف کردم به کمک سری های توانی. اینو حتما توجه کنید. سوالی که شما اتفاق افتاده واسهتون این تابع چه خاصیت و ویژگی هایی دارن؟ قبلا مثال داشتم، خیلی واضح مثال خوبیه. پس fx f رو تعریف میکنم از r به r با ضربته fx مساوی با سیگمای آن ایکس ان ان از صفر تا بی نهایت. چیزی که شما باید دقت کنید که دامنه تعریف این تابع کجاست؟ جاهایی که یک سری همگراست. میشه مساوی با دامنه تعریف شده مثلا دامنه تعریف f مساوی است مجموع x های متعلق به r به طوری که سیگمای آن ایکس ان
ان صفر تا بی نهایت چیه؟ همگراست. خب کجا همگراست؟ یک در شعاع همگرایی، یک مجموعه x هایی که قدر مطلق x کوچکتر از آره این شعاع همگرایی چیه؟ قدر x کوچکتر از آره، مجموعه x که قدر x کوچکتر از آره زیر مجموعه دامن تعریف هست. آیا نقاط دیگه‌ای هم هستن؟ شما می‌دونید که وقتی شعاع همگرایی حساب می‌کنید برای قدر x بزرگتر از آر واگراست، قدر x کوچکتر از آر همگراست، دو تا نقطه می‌بینید. ببینید آر اگر محور حقیقی رو رسم می‌کنم، من تو محور حقیقی من دو تا جریان دارم، این منفی آر، اینم آر، برای بیش از این کمتر از اینه، بیشتر از این واگرایی داریم. داخل چی داریم؟ داخل همگرا، اینجا واگرا، اینجا واگرا. کجا میمونه دو تا نقطه میمونه؟ رو آر و منهای آر چه اتفاق میفته؟ رو آر و منهای آر همیشه رو آر و منهای آر. رو آر هم میشه چی؟ ثابت کرد که رو آر میشه در واقع آر هم قرار بدیم، آر و منهای آر رو باید چک کنیم که به کمک در واقع همگرایی در واقع مشروطی که اتفاق میتونه بیفته در نظر بگیریم. حالا یک سیگمای آن آر به توان ان ان از صفر تا بی نهایت، دو سیگمای آن منفی آر به توان ان که میشه سیگمای آ منفی یک به توان ان آن آر به توان ان ان از صفر تا بی نهایت. خب اینو تا هم چک میکنیم، اگر همگرا بود دامنه تعریف آر میشه چی؟ دامنه تعریف آر میشه مجموع ایکس های متعلق به آر به طوری که قدر مطلق ایکس کوچکتر از آر بشه، این عدد حقیقی این شعاع همگرایی. اجتماعش با اگر اینا همگرا بودن با اینا، اجتماعش با آر یا منهای آر به شرط همگرایی، به شرط همگرایی یک و دو. اگر این همگرا بود اجتماعش با آر، اگر این همگرا بود اجتماعش با منهای آر، اگر هر جفتش بود جفتش دیگه، پس اون نمیذار. به این میگن چی؟ فاصله همگرایی، فاصله یا بازه همگرایی، بازه همگرایی. پس نگاه کنید فاصله همگرایی چی میشه؟ یا میشه آر منفی آر و آر، یا میشه منهای آر رو آر باز، یا میشه منهای آر و آر، یا میشه چی؟ یا میشه منهای آر و آر بسته، بستگی به ضابطه داره. به این میگن فاصله همگرایی یا بازه همگرایی. پس شما یه شعاع همگرایی دارید، یه فاصله. این بزرگترین مجموعه ایه که تا داشتید سری توانی توش چی شده؟ به دست اومده به همگراست. خب ما رو تعریف کردیم، دامن تعریف شما مشخص شد، همه چی مرتب. یه قضیه خیلی خیلی جالب در خصوص توابعی که به کمک سری توانی نمایش داده میشن مطرح میکنیم، اون چیه؟ من راجبی مثال بزنم خدمتتون مجدد که جا بیفته. قضیه در خصوص سری توانی رو مطرح میکنه که قضیه اگر f x بشود سیگمای آن x n n از صفر تا بی نهایت برای قدر x کوچکتر از r، درسته؟ r هم مثبت بگید همیشه، یعنی توی این اگر r صفر باشه توی نقطه صفر چی بلد نمیکنه، تابعی رو وجود نمیاره. در این شعاع همگرایی مثبت اگه تابع تعریف شده باشه، یک f مشتق پذیره، مشتق دیفرنشیبله، خب و f پریم x مساوی است با سیگمای n a n x به توان n منهای 1 n از صفر. شعاع همگرایی همون خود آره دوباره، یعنی مشتق میگه این چند جمله ای از تک تک جمله سری جای خودشه، از تک تک جملات مشتق بگی، عدد ثابتش n x به توان منهای انتگرال بخوای بگی، انتگرال وقتی مشتق پذیر انتگرال پذیر هم هست دیگه، چون قوی تره
انتگرال اف ایکس دی ایکس میشه چی؟ اون انتگرال میگه سی به اضافه سی تومای آن ایکس به توان ان به اضافه یک بر ان به اضافه یک ان از صفر تا به بازم شعاع همگرایی همین آر هستش. یعنی با مشتق و انتگرال شعاع همگرایی تغییر نمیکنه، کافیه چک کنی چون اینا حدشون نسبت به هم میشه یک. وقتی تو حد میادیم آن به اضافه یک بر آن جدیدی دیگه تقسیم میکنه میشه این. پس سری های توانی بچه رو کنید اف مشتق پذیره درسته، خودش با سری توانیه توی شعاع همگرایی، دوباره اینم مشتق پذیر، دوباره اینم مشتق پذیر. نتیجه که میگیریم خیلی جالبه، توابع نمایش داده شده به صورت سری توانی از هر مرتبه مشتق پذیرند. تمام، از هر مرتبه که بخواد مشتق پذیر میشه و خیلی هم اساسی کار میکنه. ببین بچه ها اف ایکس شما یک بعد یک منه ایکس شما دارید دیگه نه؟ این بس سری توانی شد چی؟ سیگمای ایکس ان این از صفر تا بی‌نهایت قدر مولا ایکس بیشتر از یک. یه مشتق از این بگید میشه یک بر یک منهای ایکس به توان دو مساوی است با سیگمای این ایکس به توان این منهای این از سر تا بینهایت قدر. یعنی تابع این یک بر یک منهای ایکس به توان دو بس سری توان چیه؟ دو قضیه. یا یک بر یک به اضافه ایکس درسته؟ بستش میشه چی؟ یک بر یک منهای منفی ایکس. از این قانون استفاده کنید یک بر یک منهای ایکس برسه میشه سیگمای ایکس این ایکس اینجا چیه منفی ایکس میشه سیگمای منفی ایکس به توان چند این این از صفر تا بینن. فقط شرطش چیه؟ قدر مطلق منهای ایکس کوچکتر از یک باشه. تموم میشه قدر ایکس کوچکتر از یک دیگه چون قدر مطلق منها رو میخوره. این میشه چی؟ میشه سیگمای منفی یک به توان این ایکس این از صفر تا بینن. انتگرال حساب میکنیم یو پریم بر یو ال ان یک به اضافه ایکس رو نگاه کنیم چی میشه؟ مساوی است با انتگرال بگیم از سیستم دیگه تک به تک سه انتگرال بگیم میشه در واقع سی به اضافه سیگمای منفی یک به توان این ایکس به توان این به اضافه یک بر این به اضافه یک این از صفر رو میاره. این هم بسته سه. حالا چون این صفر میشه یک میشه صفر، سی هم برابر چنده؟ صفره. این میشه بسته سری توانی ان. به عبارت دیگه من باز میتونم این قضیه خیلی قضیه کاربردی خوب شد اگه یک بر یک به اضافه ایکس رو شما به من بس بدید میشه چی؟ میشه یک بر یک منهای منفی ایکس دو درسته؟ منفی ایکس دو. باز از این قاعده استفاده کنیم یک بر یک منهای هرچی مساوی است با چی؟ سیگمای منفی ایکس دو به توان این از صفر تا بی نهایت به شرط دیگه که این کوچکتر از یک باشه. قدر ایکس دو کوچکتر از یک اگر به تنها اگر قدر ایکس کوچکتر از یک باشه باز شاید همگرایی میشه کوچکتر از یک. اینو بنویسیم میشه سیگمای پس یک بر یک به اضافه ایکس دو میشه چی؟ میشه سیگمای این منفی یک به توان این ایکس به توان دو این از صفر تا بینهایت. بچه یه انتگرال طرفین بگیریم میشه چی؟ تانجانت اینورس ایکس مساوی انتگرال میگیرم سی به اضافه سیگمای منفی یک به توان این ایکس به توان دو این به علاوه یک بر دو این به علاوه یک این از صفر تا بینهایت. برای قدر ایکس بیشتر از این چون قضیه میکنم شعاع همگرایی تغییر نمی کنه. تانجانت صفر چنده؟ تانجانت صفر برابر است با صفر پس بنابراین سی میشه چند؟ سی میشه صفر چون تانجانت اینورس صفر میشه صفر پس سی از دین میره میشه صفر. این میشه بسته سری توانی خیلی قشنگ خیلی سریع و به جالب داره مسئله به وجود میاد و حل میشه. خب این هم بسته کمک یه چین سری توانی حساب کنیم. خب حالا چه توابعی بسته سری توانی داره؟ اینو که خیلی مهمه
آیا هر تابی بس سری توانی داره؟ یک مسئله در واقع وجود این بس سری توانی است. اول اگه بس سری توانی وجود داشته باشه شما تیپ راحتی باش کار کنید. آیا تابی بس سری توانی دارن؟ خب آیا تابی دیگه هم بس سری توانی دارن؟ اگه دارن به چه شکلی؟ شما به عنوان تمرین بس سری توانی رو حساب کنید. چی رو یک بر یک منهای ایکس رو حساب کنید. بس سری توانی حساب کنید چی میشه؟ و بعد مسئله حل. خب یک تعریف وجود میاد، تعریف توابع تحلیلی یا آنالیتیک فانکشن. آنالیتیک فانکشن تعریفش اینه، تابع افرا در نقطه سی تحلیلی گویند، تا بعد آر به آرها تحلیلی گویند، هرگاه اف ایکس مساوی باشه با سیگمای آن ایکس منهای ایکس سی به توان ان از صفر تا بی نهایت، وقتی قدراندن اسم منهای سی بیشتر از دست آره و آر هم مثبت. تابع اف را در نقطه سی تحلیلی میگن هرگاه شعای مثبتی وجود داشته باشد مثل آر که در دایره به مرکز سی و شعای چند آر اف ایکس داره بس سری توانی این باشد. این سری به اینجا میشه بگن سری توانی به مرکز سی، اینجا میشه مرکز، این میشه ضریب، این هم میشه سری، این هم میشه توان. میگن سری توانی به مرکز سی و ضریب آر. بریم بدن مثال بزنم خدمتتون. به شما میگه مثلا آیا LNX در نقطه، آیا سوال تم مثال، آیا LNX در X مساوی با یک تحلیلی است؟ من باید بسرش بست سری توانی پیدا کنم با شعای مثبت. لطفا توجه کنید این کار انجام میدم. بینیسم یک X رو مساوی است با یک بر X منهای یک بر آبی، درسته؟ اول بهتون بگم چرا دنبال چی میگردیم، حکم چیه؟ این میخواد بگم حکم اینه، آیا میتوانیم LNX رو به صورت سیگمای آن X منهای یک به توان N از صفر تا بی نهایت برای قدردان X منهای یک کوچکتر از آری که آر مثبت نمایش بدیم، آیا این وجود داره؟ این سوال اینه. خب من چکار میکنم؟ میام میگم یک بر x مساوی است با یک بر یک x منهای یک علاوه یک. راجع مشکل نداری تو. بعد چکار میکنم؟ درست. این مساوی است با یک بر یک منهای در واقع یک منهای x. منفی در که منفی یک مثبت ایکس میشه، یک بر یک منهای ایکس بستش میشه این به جاش مربع شده. این فرمول طلاییه، سیگمای یک بر یک منهای مربع باشه این مساوی است به سیگمای مربع به توان n به شرطی که مربع قطعیمش کتر از یک باشه. این فرمول خیلی تو زندگی داشته باشید. الان مربعی که منهای ایکسه این مساوی است با سیگمای منفی شد باشید یک منهای x به توان n n از صفر تا بی نهایت، به شرطی که یک منهای x بیشتر از یک بشه. طبق همین قضیه، طبق همین داستان، یک x رو شد یک بر x منهای که به علاوه یک، این نوشتن یک منهای یک منهای x، تبدیلش کردم به این شکل، از این فرمول استفاده کردم، شد این نتیجه که به دست میارم اینه. نتیجه رو دقت کنید. خب که نتیجه به این صورت اتفاق میفته که یک ایکس اون مساوی است با سیگمای یک منهای ایکس به توان ان، ان از صفر تا چی؟ بی نهایت، برای یک منهای ایکس کوچکتر از چند؟ یک. یه انتگرال طرفی بگیریم، انتگرال ال ان یک ایکس میشه ال ان ایکس
به اضافه مساوی از فرم سی به علاوه سیگمای منفی یک منفی ایکس به توان ان بعد ان به اضافه یک بعد ان به اضافه یک ان از صفر تا می نهایت قدر مطلق ایکس منهای یک کوچکتر از یک انتگرال یک منهای ایکس میشه چی؟ یک منهای ایکس یه منفی میخواد یه منفی میخواد اگه ایکس بدیم یک این میشه صفر اینم میشه صفر سی برابر با صفر میشه پس ln x مساوی است با سیگمای چند میتونیم اینجا اینجوری بنویسیم منفی یک به توان n به اضافه یک x منهای یک به توان n به علاوه یک میشه n به اضافه یک تقسیم داره n به اضافه یک n از صفر تا به نهایت به شرطی که x منهای یک بیشتر از چند باشه یک یعنی این بگه نمیخواستید این آیا ln x در x میشه تحلیلی است یعنی تحلیل نشید یعنی در نقطه یک بس سری توانی دارد پیداش کردن بله ln x در x مساوی با یک تحلیلی است این سری این توانهاش این ضریبش اینم شعاعش بر حسب x منهای یک نوشته بشه پس من توابع رو میتونم بگم تحلیلی هستن یا نیستن خیلی راحت میشه ثابت کرد این قضیه شما داشته باشید قضیه جمع ضرب تفاضل توابع تحلیلی هستن این نکته تقسیم میشن که مخرج مخالف صفر باشه تحلیلیه اگر مخرج مخالف صفر باشن نیز تقسیم دو تحلیلی است این مشتق و جمع و علم چیه توابع تحلیلی بودن ببین من چه خاصه در توابع شما تعریف کردم حد داشتن، پیوستگی، مشتق پذیری، انتگرال پذیری اینم یه تعریف دیگه یه خاصیت یا ویژگی دیگه از توابع که من شما معرفی کردم پس از ویژگی های توابع چه چی داری میشناسی؟ بجونه بگیم اینا رو میشناسیم حد داشتن پیوستگی مشتق پذیری و انتگرال پذیری امروز هم چی بسنم تعریف کردم تحلیلی بودن اینا ویژگی های توابع ویژگی های توابع این یکم پیشرفته است خیلی پیشرفته تعریف شد تابع F رو در نقطه C بگیم تحلیلی اگه داری بحث سری توانی در مرکز C باشه با شعاعی مثبت اینجا دارید میبینید خب سوال توابع تحلیل مثل مانند توابع اصلی بچا E به توان X سینوس X کوسینوس X چند جمله ها چند جمله ای ها اینا همه تحلیلی هم رو R روی R تحلیلی هستن خیلی جالب شد یعنی چی؟ یعنی همه توابع خوبی که داشتم بس سری توانی دارن یعنی ای به توان x چیه؟ سیگمای آن x n n از صفر یادتون هست میگفتیم توابع چند جمله یعنی گفتیم نه الان میدید سری توانی هست سینوس x بس سری توانی داره n از صفر میبره کوسینوس x بس سری توانی داره یعنی همه اینا میشه چی؟ تو ماشینا چی باید کرد؟ مشخصه بچه ها اینو چی کار میکنیم وقتی بخواهیم نمایش کنیم تو تابه بس سی تماش رو پیدا میکنیم بعد این تا جمله شو در نظر بگیم تقریب میزنیم اول نمایش سری توانی بعد به کمک تقریب ماشین ها چی کار میکنن؟ این مثلا چه چیزی ساخت میکنن؟ این سری توانی اگه ما پیدا کنیم آره ها معلوم میشن میدیم به ماشین ها تو هر چند رقم اشار که خواستیم تقریب میزنیم اول بحث وجودی سری توانی بود پس با چند جمله نمیتونیم برای سری توانی میتونیم خیلی خیلی قشنگ شد پس پاسخ به سوال ما رو داد ماشین ها به کمک سری های توانی در واقع توابع اصلی را میشناسند یه نکته دوم آقا انتگراله یک بر یک به اضافه x هفت dx رو حساب کنید اصلا شما در ریاضی یک نمیتونید حساب کنید تا
تابعی رو نمیتونیم پیدا کنیم به طور سریع مشتق بشیم ولی انتقال پذیره ایم چون پیوستن در بازهایی که صرف نشه وقت هست چجوری حسابش میکنیم؟ خب خیلی راحت یک برای اینکه اضافه x هفت چجوری میشه؟ مساوی است با سیگمای منفی x به توان هفت به توان n از صرف تا بینات از این قالب استفاده مربع چیه؟ منفی x به توان هفت چجوری میشه چی؟ این اینجوریه دیگه یک بر یک منهای x به توان هفت این میشه مربع به شرطی که منفی x به توان هفت میتن از یک باشه قرار x به توان هفت کشتر دیگر که هم هر کرد x میتن از یک بشه پس یک بر یک به اضافه x هفت مساوی میشه با سیگمای منفی یک به توان n x به توان هفت n از صفر تا بی نهایت به شرطی که قدر x میتن از یک باشه خب چی کار رو خواهی بکنید؟ یه انتگرال ازش میگیرم مسئله هر شد دیگه نم این هم بود انتگرال هایی که شما میخواستید باش گیر میکردید حل کنید چی میشه؟ انتگرال دی ایکس بر یک به اضافه ایکس هفت تمام سری های توانی انتگرالشون اینجوری حساب میشه چجوری سیگمای اصلا نه با سیگما کار داریم نه با ضریب از ایکس به توان هفت انتگرال میگیره هفت ان به علاوه یک بر هفت ان به علاوه یک این از صفر تا بی نهایت قدر x به اضافه c قدر x کوچه از یک انتگرال معین خواستی دیگه معین بود معین حساب میکنی چه جالب بعد هر تقریبی خواستی این انتگرال رو با تقریب این حساب میکنی صفر تا صد صفر تا هزار صفر تا این هر کدوم با یه تقریب که این مقدار رو به شما خواهم ده خیلی ابزار قویه به این میگن advanced representation یعنی نمایش پیشرفته ماشین هم میفهمنش یه سوال باقی مونه آقا اینا دارای سری توانی از چه چیزی درمشون حساب میشه اینم بگیم و مسئله تمام سوال سری های توانی نمایش سری های توانی توابع تحلیلی چگونه مشخص میشود این هم یه سوال حالا این توانی سینوس کجوری درسته تحلیلن کجا ثابت شد؟ یه ثابت شد تو ریاضیات پر شما چجوری حسابش کنیم؟ قضیه تیلور و مکلورن خیلی وحشت بود که تیلور سریز اکسپنشنز بست سری تیلور میگه چی؟ تیلور میگه به تیلور اینجور میگه میگه اگر F در نقطه C تحلیلی باشد آنگاه Fx میشه چی؟ میشه سیگمای آن x منهای C به توان n از صفر تا داشت من یادشون بزنش دیگه Fx مساوی است با مشتق n در نقطه چی؟ C در نقطه C تقسیم بر n فاکتوریل x منهای c به توان چند n قدر x منهای c کشتنه دست r واو وحشتناک شد جریان خیلی عالی شد خدا وکیل حیف نیست آدم سری توانی رو تو ریاضی یک نگه ندونه یعنی اگه سری توانی رو بلد نباشی اصلا ریاضیه کلن قفل میشه یعنی چی میگه؟ خیلی ساده است هم هست اثباتش خیلی ساده است بس نگاه کنید تیلور چی گفت فرض کنید تحلیلی در ایکس در سی اگه در سی تحلیلی باشه بس سری توانی دارد دیگه اینجوری میشه ان از صفر تا بی نهایت بازش کن آ صفر میشه این توان صفر آ یک ایکس منهای سی آ دو ایکس منهای سی به توان دو تا آ ان ایکس منهای سی به توان ان تا الاخر خب چیکار کن؟ تو خود یک کار ساده انجام بدن آقا اف صفر رو حساب اف سی رو حساب کن به جای x بده سی همه جمله ها صفر دارن میشن صفر این میشه سی میشه آ صفر به جای یه مشتق بگیر مشتق بگیرم از اف میشه چی؟ خودتون گفتیم مشتقش میشه مشتق تقیل میشه صفر این میشه آ یک به اضافه دو تا آ دو x منهای سی به اضافه n تا آ n x منهای c به توان n منهای الاخر
حالا فریمیسی رو حساب کن میشه چی؟ میشه آرمیک اف. حالا دوباره چکار کن؟ اف زگوند ایکس رو حساب کن، از این مشتق بگیر دو تا آ دو به اضافه دو زد در سه آ سه ایکس منهای سی n در n منهای یک آ n x منهای سی به توان n منهای دو فرطقی جمعات مشتق میگیریم دیگه. خب n آ n x منهای سی به توان n منهای دو تا الاخر دوباره سی به جا بجاست f زگوند سی چند میشه؟ میشه دو تا آ دو. سه بار مشتق بگیری F تیست سی میشه دو ضرب در سه آسه. همینجوری حساب کنی F N سی N بار مشتق بگیری همین رو صفر میشه میشه N در N منهای N منهای دو یک A N ما بقی سی دارن اونها صفر میشن میشه N فاکتوریل A N. از A N حساب میشه شن مشتق N در نقطه سی و N قوقا میکنه دیگه، قوقا میکنه مسئله. این میشه بحث تیلور. مکلورن بچین، مکلورن زمانی که سی صفره مکلورن به این میگن مکلورن میگن وقتی اف ایس چیه؟ سیکمای اف این صفر و این فاکتوریه ایس به توان این صفر رو بینامده. این هم تیلور و مکلورن. خب شما میگن چیکار میکنن؟ با این تفاصیل علمی استفاده میکنن سوال کنکوری میسن. این نظام آموزشی ماست که این همه مطلب رو کسی نمیدونه بعد میاد با اینا سوال کنکوری حل میکنه. این داستانش از کجاست؟ دانستن مهم نیست، درسته؟ وقتی دانستن مهم نباشه موضوع کلاسای کنکوری و مدرسی به این فرمت میبره. چیکار داری داستان چه خبر؟ از این استفاده کن. آقا بله یک بر یک برنامه x خب یه تابع f x سوال کنکور داره. بله مشتق تابع f x رو 1400 عادت هم دارن اینجور میسن مشتق 1400 این تابع در نقطه صفر چنده؟ خب اگه به من نگاه کنی چی میشه؟ میشه سیگمای منفی یک به توان n x n n از صفر تا به نهایت دیگه. بنابر بس چون تحلیلی در نقطه چند صفر بستش میشه این. چون تحلیلیه سری مکلورن بهش بزنی میشه این. اینا چی هستن؟ تک تک اینا آین هم دیگه. آین ها چی هستن؟ مشتق انوم در نقطه صفر بخش بر این فاکتوریه. پس آه 1400 مساوی میشه با مشتق 1400 در نقطه صفر بر 1400 فاکتوریه. خوری ضرب چی هم؟ برای زوجا یک، برای فردا منهای یک. این شده چند؟ یک. پس F 1400 صفر برابرش با 1400 فاکتوریه. من نمیدونم یه بچه 18 ساله 17 ساله اینه چجور به شما یاد میدیم که از این فرمول استفاده کنیم. این واقعا ظلمه. ظلم که نه، این واقعا تهدیده. در واقع اقدام علیه امنیت ملی کشور. وقتی بدون فهم چیزی رو به من افراد یاد میده، نادانسته در واقع افراد مطلب میخوان بگیرن و اینجوری بار بیان. اینجا بحث ما تموم میشه. سری های توانی یک نقش بسیار بسیار اساسی توی این قسمت بازی میکنن. خیلی از توابعی در ریاضیات خیلی ارزشمند هستن و خیلی مورد استفاده قرار میگیرن. در واقع به کمک سری های توانی اصلا مطرح شده. اصلا بعض از توابع نمایش غیر سری توانی ندارن. مثل چی؟ مثل توابع بسه، توابع لاکرانج. اینا توابعی هستن که در معادل دیفرانسیل به دست میان. توابع بسیار قدرتمندی هستن، خیلی استفاده میشه در دنیای فیزیک. خب ما در معادل دیفرانسیل مثلا با تابع بسه آشنا میشیم. یکی از لب فصله های در واقع مادی فرانسیل، نهل مادی فرانسیل به کمک سری های توانی که الان خیلی شو مطرح کردم، تابع بسل یا بسل فانکشن توسط آقای بسل که یکی از
ستاره شناسای فرانسوی است که تو 1748 فکر کنم تا 1748 تا 18 فکر کنم نمیدونم چند 1784 تا 1846 زندگی میکرده آیر وسل ستاره شناس هست وقتی معادلات کپلر رو داره حل میکنه برای حرکت سیاره ای خب به یه توابعی میرسه که به توابع وسل بشون در واقع میگن جی صفر ایکس مساوی با سیگمای منفی یک به توان ایکس به توان دو ان بخش بر دو به توان دو ان ان فاکتوریال به توان در واقع ان برخورد میکنه ان از صفر تا بی میگن تابع وسل شما میتونید مشتق این تابع رو حساب کنید شاید همگرایش رو حساب کنید اینجوری تابع اصلا تابع وسلشون معرفی میشه کلا و نقش اساسی در واقع ارتعاش تب وقتی در نظر میگیریم پوسته تبلو شکل ارتعاش رو به کمک این مدل سازی میکنن توزیع دما در اون یه سطح دوست دایره‌ای رو به این پایین اصلا مدل میکنن و اصلا این در واقع تابع نمایش غیر تابع مقدماتی هم نداره سری‌های توانی یکی ارزشمندترین در واقع قسمت‌های ریاضیات ابزاری است که به کمک اون توابع و مدل‌های ریاضی رو به خودشی میدیم ماشین‌ها میدیم اساساً به این شکل وقتی شما میفهمید تابعی در یک نقطه تحلیلیه چیکار میکنید؟ سیگمای آر ان ایکس ام ان های ایکس اف به توان ان رو بس میدید به ماشین میدید آقا جون ان تا شو بره من هر چقدر تقریب دوست داشتی ان از صفر تا یه انی رو جدا میکنی آر ان ایکس ام ان های ایکس اف به توان ان ما بقیش هم چون همگراست در اون شای همگرایی که داری بحث میکنی ما بقیش هم مطمئنی که به سمت چی؟ صفر میدید از اپسیلون کوچیک‌تر میشه این میاد اینو چیکار به تقریب بزنه به این میگن چی؟ چند جمله‌ای های تیلور اگر صفر باشه میشه مکلورن این چند جمله‌ای ها که در ماشین ها نمایندی افه از توابع خیلی خوبی که سری تلوش برندی میبینی توان ایکس سیگمای مشتق انوم در نقطه صفر بخش بر ان فاکتوریال ایکس به توان ان بسط مکلورن اکسپوننشیال بچه ها مشتق این تمایز چنده؟ افلیتیه دیگه یک پس میشه سیگمای ایکس ان بر ان فاکتوریال ان از صفر تا می نهایت برای سینوس کوشنیز میخوایی حساب کنید سینوس ایکس خودتون حساب کنید میشه سیگمای منفی یک به توان ان ایکس به توان دو ان به علاوه یک بر دو ان به اضافه یک فاکتوریال ان از صفر تا می نهایت شاید همگرایش هم خودتون حساب کنید کوسینوس ایکس میشه زوج این سیگمای منفی یک به توان ان ایکس به توان دو ان بخش بر دو ان فاکتوریال ان از صفر تا بی نهایت بس است توانی خیلی تمام رو چه جوری حساب کرد سینوس کوسینوس اکسپوننشیال یکی به اضافه ایکس و توابع دیگه که میشه باشون کار امیدوارم که بهره کافی از این جلسه برده باشید سری های توانی و سری ها تو این بخش تموم میشه تا ان شاء الله ما بخش بعدی رو شروع کنیم موفق باشید